خب دوستان عزیز، خوش اومدید باز هم به کانال من. امروز میخوام بحث اسپید ها و اسپید رمپ رو توی فاینال کات به شما آموزش بدم. خیلی قابل استفاده است. تو کل اگه ادیت ها و تدوین ها رو ببینید، تو مونتاژ ها رو ببینید، همه ایش دارن از کار اسپید و اسپید رمپ استفاده میکنن. من حالا چند تا فوتیج به صورت نمونه گذاشتم اینجا، با هم دیگه این فوتیج ها رو میبینیم. این یه فوتیج اینطوری هست که میاد، بازار فوتیج دوم هم به این صورت، فوتیج سوم، فوتیج آخر هم فوتیج آب است. ببینیم به این فوتیج اول که شروع میکنیم، ببینید به این صورت میاد. من میخوام این شدید بیاد با سرعت بیاد، بعد آروم بشه داخل آب، یا حتی این یکی ببینید تند بیاد بعد داخل آب آروم تر بشه. ببینید من اومدم واسه خودم یه دونه شورتکات تعیین کردم. اگه تو قسمت دوم آموزش رو نگاه کنید، آموزش شورتکات دادنم بهتون یاد دادم. میرید توی قسمت فاینال کامنت ها و اینجا میتونید شورتکات تعیین کنید. من اومدم یه گزینه S روی کیبورد رو به عنوان شورتکات براش در نظر گرفتم. میتونم الان S وقتی میزنم برای من میاد و اندازش رو تغییر میدم، میتونم بکنم مثلا 50. ببینید برای من اسلو کرد ویدیو رو، به این صورت اسلو کرد. من یک کنترل زد میزنم. حالا شاید خیلی از شما این شورتکات رو قرار ندید و نمیدونه از کجا باید بیاد. این ویدیو رو که انتخاب میکنم، میام تو قسمت تایم اینجا، ببینید تایم اینجا کلیک راست میکنم و اسلو، یا اسلو آقا تا 50% برای من اسلو کن. ببین رفقا تا 50% واسه من این رو اسلو کرد. ببینید به صورت آروم داره میاد و به این صورت برای من اسلو شده. من میگم یه کنترل زد میزنم، ببخشید این از حالت اسلو در میارم، میذارم رو حالت نرمال 100%. خب میام فوتیج رو میذارم اینجا، میگم آقا تو برای من ریورس شو، برعکس شو. ببین داره برعکس ویدیو ها میره بالا. ببینید ویدیو رو نگاه کنید، به این صورت رفتن بالا. پس اینم از ریورس، اون از اسلو، اینم از ریورس. باز رو من اینو برمیگردم رو حالت کنترل زد میزنم رو حالت معمولی باشه. اسپیدش الان میخوام، فست که میزنم برای من اسپید میشه 2x 4x 8x 20x هر چقدر که بخوام. من میذارم رو 4x. ببینید ویدیو رو باز پلی میکنم، این چقدر شدید اومد. یه کنترل زد میزنم، من یه کمی زوم میدم رو همین ویدیو. برای شما یه کار شیک مجلسی با هم انجام میدیم. ببینید به این صورت میاد. ببین تا قبل از اینکه ویدیوی دوم، ویدیوی اول ویدیو که پرتقال لیمو میاد بازار، یه سری لیموی بعدی میاد. من اینجا این ویدیو رو یه کات میزنم، درست میام اینجا، میام رو اسپید ها، میگم آقا فست 2x برای من فست بشو. با هم ببینیم اینو میچسبونم به اول، مگنت رو روشن میکنم رفقا. خب میام میگم آقا تو اولی یا من 2x اسلو کردم، فست کردم، دومی و 50 تا اسلو میکنم. ببین به این صورت. خب الان یه کمی خوب نشد. میدونی چرا خوب نشد؟ به خاطر اینکه وسط کار ما میخواییم. ببینی؟ بعدش هم نیست آقا. اگه ما بیام این اسلو رو یکم فست رو بیشتر کنیم، 2x کردیم بکنیمش 4x. آها الان بهتر شد اسم میکنم. ببینید با هم فست اسلو. اینجا بازاره یک کات دیگه میزنیم رفقا، این رو انتخاب میکنیم. ببینیم به صورت نرمالش میکنم، فست اسلو نرمال. باز رو حالا اینو فستش میکنیم، 2x فست میدیم، فست اسلو فست. باز رو میتونیم یک کات دیگه بزنیم و اینو نرمالش کنیم. ببینیم نرمال کنیم. پس ببینیم چی شد، فست 4x اسلو، فست 2x و نرمال. یعنی خیلی خوشگل شد مگه نه؟ پس اینطوری ما میتونیم اسپید رمپ رو بزنیم. ببین به صورت راحت تر اسپید رمپ کردن
و اینکه کات بزنیم اسلو بدیم یا فست بدیم، کات بزنیم اسلو بدیم یا فست بدیم. الان میام یه اسپید فست اتوماتیک بهش میدیم، من کلیک راست میکنم، میام میگم آقا اتوماتیک اسپید انتخاب میکنم یا اسپید رمپ رو انتخاب میکنم، میام ویدیو رو کلیک میکنم، میام رو تایم اسپید رمپ و میگم آقا از مثلا ببین اینجا میگه از 88 اسلو داره، یه دفعه 63 اسلو میشه، بزنم یه بک بزنم، باز دوباره مثلا اسلو معمولی تر میشه 38 اسلو میشه، ببین داره براتون مینویسه، باز دوباره 12 اسلو میشه، همینطوری دیگه آروم تر میشه. الان من یه کمی اینجا رو به شما یاد میدم اینا چی هستن اینجا. ببین اتوماتیک برای شما اسپید رمپ زد، درسته؟ این گوشه ها رو اگه بگیریم بکشیم داره بهمون اسپید و فست میکنه، یعنی اینکه بذار من یه کنترل زد بزنم. ببین اینجا الان اسلو 88 هست، درسته؟ اگه من این گوشه رو بگیرم و بکشم میبردش رو به فست، ببینید فست در شد، باز داره من میگیرم میکشم، ببینید 300% فست شد، ببینید 300% فست شد. نمیدونم ببینید میکنم من هایلایت مونیتور رو زیاد کنم، ببینید فست اومد، اسلو اسلو، این اسلو رو من میکنمش چون که ویدیو یکمی از نظر فریم ریت به هم خورده دیگه، ویدیوی اصلی نیست که، من ویدیو رو دانلود کردم، یکمی اسلو رو من رو به 75 میبرم که دیگه زیاد برای ما چیز نشه، پره پره ای نشه. ببینید الان من یه اسلوی 300 دارم، یه ببخشید یه فست 300 دارم، میاد یه اسلوی 76 دارم، باز داره یه اسلوی 38 دارم، این اسلوی 38 رو باز داره میام میکنمش نرمال، دقیقا میکنمش نرمال، اندازه نرمال، فست 300 اسلوی 76. ببینید ویدیو چی میشه، یه دفعه نرمال میشه، باز داره اینجا باز داره فستش میکنم، ببینید نرمال میشه، باز داره این اسلوی 12 رو میام فست مثلا 2x بهش میدم، ببینید زوم بک میدم، یه مورد این ویدیو رو ببینیم فست، ببین رفقا اینجا رو نگاه کنیم، فست اسلو 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 نورمال فست، و این هم ویدیوی دوم. پس این از اسپید رمپ اولیش که دستی بود کات میزدیم دومیش به حالت اوتوماتیک بود. میام سراغ یه ویدیوی لیوان آب داریم به این صورت، من این ویدیو رو میام پلی میکنم پلی میکنم پلی میکنم به این صورت، اینجا یه کات میزنم، ویدیوی اول رو بیام فستش میکنم، 2x فست بهش میدم، ببینم چطوره، 2x کمه، 4x میدم، اوکی. ویدیوی دوم میزنم کنارش، یکم زوم میدم، ببینید ویدیوی دومه فست اسلو، رو اسلو اینجا یه کات میزنم و این ویدیو رو ریورس میکنم، میام روی نمایشگر و ریورس کلیپ رو میزنم. ببینید رفقا هی نیاین اینجا، برید یه شورتکات واسهش تعیین کنیم مثل من که وقتی اسم میزنیم سریع کارمون رو پیش ببریم، هی رفتن اونجا اومدن هی وقت رو میگیره، وقت ادیت شما رو میگیره. ببینید اول ویدیو اسپید اسلو 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 و بعدش هم به صورت ریورس. حالا میام من چیکار میکنم، من این ریورس رو میام این یه تیکش رو میخوام و ادامهش رو میخوام، ببینید حتی این یه تیکه بهتره واسه من، این یه تیکه آخر رو میخوام، ریورسش رو میام کوش بک بزنم ببینم، به این صورت ببینید فست اسلو 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 و ریورسی که داره هی این آب بر میگرده توی خود پارچ، ببینید به این حالت. خب این هم از ریورس کردن، اسپید رمپ، اسلو و فست.
امیدوارم رفقا از این آموزش لذت برده باشین. این فوتیج ها رو داخل کانال تلگرامی خودم میذارم، عضو کانال تلگرامی من بشید، عضو کانال اینستاگرامی من بشید، تمام این فوتیج ها اونجا هست. یادتون نره سابسکرایب کنید. خدا نگهدار.